سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدین امروز وارد یه مبحث جدیدی از بحث گراف ها میشیم و اون نمایش ماتریسی گراف است. برای اون دسته از دوستای خوبمون که ما ماتریس آشنایی ندارن یا آشنایی قبلی دارن ولی دوست یه مروری به بحث ماتریس ها بکنن قبل از اینکه به درس امروز بپردازیم پیشنهاد میکنم که ویدیوی معرفی ماتریس زیر سرفصل ماتریس و دترمینان کتاب هندسه تحلیلی رو که دوست خوبم رضا معلمش هست رو تماشا کنید تا یه مروری به ماتریس ها بشه براتون و راحت تر بتونید درس امروز رو متوجه بشین البته خیلی هم اطلاعات خاصی راجع ماتریس ها برای فهمیدن درس امروز لازم نداریم خب یه راست بریم سراغ یه مثال که ببینیم اصلا منظورمون از نمایش ماتریسی گراف چی هست و چرا اصلا دوست داریم این کار بکنیم فرض کنید من یه گراف دلخواه دارم که این گراف مثلا پنج تا راس داره به و این رس ها طبق معمول توسط یه سریال به هم دیگه متصلن مثلا اینجوری و فرض کنید که اسم این رس ها مثلا هست وی یک وی 2 به همین ترتیب وی سه وی چهار و وی 5 حالا من ادعا می کنم که این, این گراف رو میشه توسط یه ماتریس کل اطلاعاتی که از شکل این گراف شما دریافت میکنید و توسط یه ماتریس نمایش داد چجوری مثلا فر... این ماتریس رو در نظر بگیرید فرض کنید یه ماتریس من میکشم اینجا کاری که میکنم اینه که به عنوان سطراش اسم رس ها رو به ترتیب از V1 تا V5 می نمیسم. بعد به عنوان ستوناش هم باز به همین ترتیب اسم همه روس رو می نمیسم. V4 و V5 حالا میخوام داخل این ماتریس رو پر کنم درایه رو ببینم چی هست کاری که میکنیم اینه که نگاه میکنیم مثلا سطر اول ستون اول رو در نظر بگیرید سطر اول مختص V1 که ستون اول هم V1 نگاه میکنیم این درایه اول که مربوط به رس V1 با خودش هست اگه یالی بین این دوتا از وجود داشت این درایه یک میذاریم اگه نداشت صفر میذاریم خب الان میبینید که بین وی با خودش که ما یالی نداریم یالی نداریم که اینجوری دور بزنه از خودش به خودش برگردن چه اینو صفر میذاریم بعد نگاه میکنیم بین وی یک و V2 چطور بله یال داریم پس اینو یک میذاریم بعد بین وی یک و V3 میبینیم که نداریم بین وی یک و وی چهار و وی 5 هم نداریم بعد میام هم همین کار رو برای رس ویدو تکرار میکنیم V2 با وی یک آیا یال مشترک داره بله با خودش یال مشترک داره خیر با v و V4 و V5 هم میبینید که سه تا یال مشترک اینجا وجود داره. حالا برای v چطور؟ وی سه با V1 یالی نداره، با v یال داره، با خودش و بقیه هم نداره. V4 هم باز همینطور با V1 نداره، با v داره و با خودش و بقیه هم نداره. v هم به همین ترتیب. خب حالا قبول دارید که یه جرایی این ماتریسی که اینجا تشکیل دادم، یه جرایی معادل هست با این نمایش گراف یعنی هر اطلاعاتی که گفتم از این شکل شما دریافت میکنید تو این ماتریس میتونید ببینید چون در واقع رس ها و یال های گراف چیزی هست که گراف رو تعریف میکنه دیگه درسته پس همه اطلاعات این گراف الان تو این ماتریس خلاصه شده ممکنه بپرسید که اصلا چرا ما دوست داریم یه کاری بکنیم مگه چه اشکالی داره همینطور گراف ها رو با نمودارهای هندسی و اینا نمایش خب برای جواب این سوال من میتونم دو دلیل مثلا الان براتون بیارم دلیل اولش اینه که بعدا که فرض کنیم مسئله های ما بزرگتر شد و مثلا مسئله رو اومدیم توسط یه گرافی مدل کردیم بعد خواستیم این گراف رو بدیم به کامپیوتر که یه پردازش هایی روش انجام بده قبول دارین که کامپیوتر شکلهای هندسی و نمودارهای اینطوری شهودی رو زیاد خوب متوجه نمیشه ولی اگه شما به کامپیوتر اعداد و ارقام و ماتریس ها رو بدین خیلی راحت میتونه باشون کار کنه و بفهمدشون و پردازششون کنه پس یه جورایی با این کار ما داریم گراف رو به زبون کامپیوتر در میاریم. پس این یه خوبی این کار هست دلیل دومی که میتونم بیارم اینه که حالا همونطور که تو این جلسه و جلسات بعد متوجه میشین ولی الان از من حالا قبولش بکنین اینه که اگه شما بیان یه گراف رو با ماتریس نمایش بدین میتونید با نگاه کردن به این ماتریس خیلی از خواص گراف رو توسط خواص این ماتریس متوجه بشین یعنی با نگاه کردن به این ماتریس بگین که این گراف چه خاصیت داره بدون اینکه لازم باشه شکلش رو رسم کنید پس در واقع به این ترتیب انگار دارین مبحث گراف ها رو به صورت یه مبحثی از جبر در میان که با ماتریس ها سر و کار داره و خب اینم حالا باز میبینید همونطور که گفتم تو جلسه های بعد که منظورم بیشتر چی هست به این ماتریس که یه گراف رو مدل میکنه و اطلاعات گراف رو نشون میده میگن ماتریس مجاورت چرا بهش میگن ماتریس مجاورت برای اینکه یه جورایی داره مجاور بودن یا نبودن رأس با هم دیگه و با خودشون رو نشون میده درسته حالا برای اینکه یه قانون کلی الان اینجا مثالش رو زدم امیدوارم که متوجه شده باشین چه جوری از روی گراف ماتریسشو میکشم. ولی به در حالت کلی برای اینکه قانونش رو بهتون بگم یادتونه که گفتیم گراف رو میشه به صورت زوج جی وی و ای نشون داد که وی مجموعه رأس ها بود و ای مجموعه یال ها حالا من میگم ماتریس مجاورت درایه آ آ آی جی یعنی درایه سطر آیوم ستون جیوم ماتریس مجاورت برابر با یک اگر که یال وی آی وی جی عضو ای باشه و صفر اگر این یال عضو ای نباشه این هم نمایش رسمی قانون تشکیل دادن این ماتریس هست وی آی وی جی که یادتونه چیه برای اینکه مجموعه یال ها مثلا عضواش چه شکلی بودن مثلا وی یک وی دو عضوش بود وی دو وی سه و به همین ترتیب یال های مختلف پس این چیزی نمیگه جز اینکه اگر یال وی آی وی جی عضو مجموعه یال ها بود یعنی اون یال وجود داشت درایه باید یک باشه همون کاری که خودمونم اینجا به طور شهودی انجام دادیم ام، یه چیز دیگم که فقط میخواستم بهتون بگم این هستش که برعکس این قضیه هم برقراری یعنی اگه من به شما یه ماتریس مجاورت بدم شما میتونید راحت شکل گراف رو از روی ماتریس رسم کنید درست طرق انجام دادن اونم این هستش که میان به تعداد حالا ستون ها یا سطرها. رس توی صفحه میذارید و بعد یکی یکی با توجه به درایه ها یال های مربوط رو رس میکنید این کارم که کاری نداره در واقع میخوام باز تاکید کنم که این دوتا نمایش کاملا با همدیگه معادل هستن و هیچ کدوم اطلاعات اضافه تری علاوه بر اون یکی نداره حالا تو جلسه بعد یه خورده از خواص ماتریس مجاورت و یه سری قضیه در این باره با همدیگه بررسی میکنیم تو کلاس درس بعدی